Delshodegan August. ما گوشته آن مهرخ خوشید کنایی ما از دو جهان غیر تو ای عشق مخواییم شور نه آن با ما تا با تب جان با ما در این سر بی سامان غمهای جهان با ما بفهمن نسرین جان. دوستان عزیز درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. همطور که میدونید به خاطر کووید 19 متاسفانه ما قادر نیستیم که کنار هم جمع بشیم و برنامه هایی که قبلا داشتیم دوباره داشته باشیم. به خاطر همین سعی کردیم این برنامه مجازی رو ترتیب بدیم که در دو قسمت معمولا اجرا میشه. یک هفته ما برنامه دلشدگان داریم که شامل شعر و موسیقی و همچنین رقص و معرفی هنرمندانمون هست و یک برنامه دیگه که شامل امور اجتماعی، فرهنگی و بهداشت هستش. این دفعه برنامه ما برنامه دلشدگانه که واقعا اصلا خیلی خوشحالیم برای که تعداد زیادی از هنرمندان جوان ما امروز در کنار ما هستن. اگه خاطرتون باشه دفعه پیش استادان هنر رو ما معرفی کردیم و امروز هنرمندان جوانمون که انتظار داریم 100% همه اینها یه روز استادان هنرمند ما خواهند شد. به هر حال سپاسگزارم که تشریف آوردید. خیلی خیلی خوشحالم از دیدار همتون. برنامه رو با شعر بسیار بسیار زیبایی از فریدون مشیری آغاز میکنیم. کوچه بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق،
ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو درفتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. آقای فریدون مشیری رو هیچ کس فراموش نمیتونه بکنه، به خصوص این شعر مخصوص ایشون واقعا بی نظیره و واقعا هر وقت آدم میشنوه براش تازه است و بسیار زیباست. خانم علی لطفی رو من نمیبینم که تشریف آورده باشن، چون الان قراره که ایشون صحبت کنن ولی متاسفانه تشریف ندارن. بنابراین من خواهشم اینه که خانم لیدا خانم قفاری، کجا هستین لیدا خانم؟ نمیبینم اتون. اینجا هستید. بله بله، اگه میشه شما زحمت بکشید و شعرتون رو لطف کنید بخونید. لیدا خانم قفاری که از دوستان نازنین ما هستن که همیشه ساپورت کردن برنامه های ما رو، تشریف آوردن تو برنامه های ما و من واقعا ازشون سپاسگزارم که این لطف رو کردن. خواهش میکنم که شعرتون رو لطف کنید بخونید لیدا خانم. از خودت از کس دیگه است؟ نه، از کس دیگه است. سلام بر قلب هایی که جز دوست داشتن و مهربانی چیزی نیاموختند. سلام بر روحای پاکی که جز سادگی قالب دیگری ندارند. سلام بر مهر و تواضع آدمی که بالاترین سرمایه اوست. من این مهر و تواضع را در خانم فیلسوف به مراتب همه وقت دیدم. سلام به زندگی و آهنگ خوش زندگی که برای بودنش زنده ای. در حقیقت این بودن را ایشان به من هدیه کردن. من بی نهایت از ایشون سپاسگزارم. نشسته بودم در خونه تنهای خودم، تنهای تنها، نه بچه ای، نه دوستی، نه همسری، نه هیچکی. یک دفعه دیدم پیام بسیار گرم و زیبایی اومد که اگه دوست دارم تو این برنامه شرکت کنم. این افتخار ماست. شما این افتخار رو واقعا برای من سوغات آوردین خانم فیلسوف، ازتون ممنونم. خجالت کشیدم. خواهش میکنم. شعری که امروز تقدیم میکنم شعری است از خانم سیمین بهبهانی که همین شعر باعث شد که ایشون از لیست شاعران معاصر ایران حذف بشه. جای خیلی تأسف داره. شدم گمراه و سرگردان، شدم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها. یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی، یکی در فکر تورات است و یکی هم هست نصرانی. هزاران دین و مذهب هست در این دنیای انسانی، خدا یکی. ولی اما
اما هزاران فکر روحانی رها کردیم خالق را، ما گرفتاران ادیانیم. تعصب چیست در مذهب مگر نه این که انسانی؟ اگر روح خدا در ماست، خدا اگر مفرد و تنهاست، ستیزیش برای چیست؟ برای خودپرستی هاست؟ من از عقرب نمی ترسم، من از عقرب نمی ترسم، ولی از نیش می ترسم. از اون گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. از اون جشنی که اعضای تنم دارن خوشحالم، خوشحالم، ولی از اختلاف مغز و دل با ریش می ترسم. حراسم جنگ بین شعله و کبریت و هیزم نیست. من از سوزاندن اندیشه در آتیش می ترسم. تنم آزاد، تنم آزاد آزاد، اما اعتقادم سست بنیاد است. من از شلاق افکار تهی برخیش می ترسم. کلام آخر این شعر یک جمله و دیگر هیچ، که هم از نیش و میش و ریش و هم از خیش می ترسم. براو 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 خانم سیمین بهبهانی و براو شما لیدا خانم، فوق‌العاده زیبا بود، فوق‌العاده قشنگ بود. صحبتی دارید در جبه بهش یا اینکه ادامه بدیم؟ نه ادامه بدیم. بله. یکی از افتخارات بزرگ ما این هستش که آشنا شدیم با هنرمندان جوان. یکی از این هنرمندان جوان ما پارسا ابریشمکار هست که ایشون همیشه و همه وقت هنرشون رو با عشق و محبت در اختیار بنیاد کانادا و ایران گذاشتن و ما ازشون واقعا سپاسگزاریم. هم خودشون، هم آقای دکتر ابریشمکار، هم مادر عزیزشون، ایشون هم واقعا همیشه لطف میکردن در موارد مختلف. پارسا علاوه بر این که از 5 سالگی شروع به نواختن پیانو کرد، الان دانشجوی میکروبشناسی هست در یو بی سی. خب عاشق هنرش هست و هر دو رو در کنار هم بسیار زیبا انجام میده. پارسا در برنامه های ما هر وقت بوده تمام اودینس رو واقعا خوشحال و راضی نگه داشته و امروز این وقت رو به ما داده که برای ما برنامه اجرا کنه. پارسا جان لطف بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و اگر که میشه بفرمایید چه برنامه میخواین اجرا کنید. خیلی ممنون از شما خانم فیزوف عزیز. سلام عرض بکنم خدمت تمام دوستان و هموطنان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون باشم. من خیلی خوشحالم که همیشه بتونم در برنامه ایرانی خدمت هموطنانم اجرا داشته باشم. قبل از اینکه من فقط شروع کنم اجرا و توزیع قطعاتم، فقط می‌خواستم یک خیلی تصحیح کوچیک داشته باشم. من متأسفانه از 5 سالگی شروع نکردم، از 11 سالگی شروع کردم، ولی خب با این حال هنوز داریم ادامه میدیم. بله. امروز بله و امروز من 2 قطعه رو برای شما عزیزان آماده کردم. این 2 قطعه از استاد فریبرز لاچینی هستش و به نظر من ایشون از موسیقی دانان و آهنگسازانی در ایران هستن که متاسفانه مثل خیلی از استادان دیگه آنقدری که باید و شایستشون هستش ازشون تقدیر نشده و شناخته نشدن و به این سبب من تصمیم گرفتم که 2 تا از قطعات شناخته شده ایشون رو براتون امروز اجرا بکنم. امیدوارم که خوشتون بیادش. قطعه شماره اول اسمش هست پاییز پاییز پاییز، اولین قطعه از آلبومشون که به همین نام هستش است و قطعه دومشون هم آهنگ گل گل دون من هستش که توسط خانم سیمین غانم خوانده شده و خیلی از ماها باش خاطره داریم. امیدوارم که ازش لذت ببرین و خوب بشنوید. من فقط قبل اینکه اجرا بکنم فقط اینو به همتون بگم که متاسفانه چون که
اجرا از طریق آنلاین هستش، ممکنه که کیفیت صدا اونقدری که باید با کیفیت لایو نباشه، ولی امیدوارم که لذت ببرید. ممنونم. ممنونم از لطفتون، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از همگی. قطعه دوم خدمتتون اجرا میکنم، آهنگ گل گل دونه من. Thank you.
ممنونم از همگی. خیلی ممنونم. لطف کردین گوش کردین. پارسا جان، یکی دو تا سوال من از شما داشتم. شما بفرمایید که استاداتون کیا بودن؟ چه جام و چه در اینجا؟ ببخشید خانم فرزون، میتونیم لطفا تکرار بکنیم جمله آخرتون؟ من هدفونم وز کردم. خواستم بدونم استادتون، استادای شما کیا بودن که اینقدر قشنگ به شما یاد دادن و شما اینقدر زیبا مینوازید؟ اختر، ممنون از شما. والا وقتی که تو ایران بودم، استاد اولم که به من خب موسیقی رو یاد دادن و پیانو هم به صورت مبتدی با من شروع کردن به کار کردن، استاد عزیز الله احمدیان بودن از آموزشگاه چهارباغ در سعادت آباد. و بعدش هم که مهاجرت کردیم به کانادا، من در خدمت استاد اردشیر روحانی برای حدود 2 سال کار کردم خدمت ایشون. و بعدش هم ایشون مهاجرت کردن به لس آنجلس و بعدش من با دکتر دانا سایمنز، یکی از مطرح‌ترین استادان پیانو که در ونکوور ساکن هستن، شروع به کار کردم و تا الان هم با ایشون دارم ادامه میدم. چه تفاوتی میبینید بین استاداتون، استاد ایرانیتون و استاد کاناداییتون؟ بله، خب قطعا خیلی تفاوت ها هستش، به دلیل اینکه خب رپرتوار ها با هم فرق داره. من با استاد غیر ایرانی بیشتر رپرتوار کلاسیک و غیر ایرانی کار میکنم، اگرچه هنوز خیلی زیاد
به رپرتوار ایرانیم هنوز توجه میکنم و تمرین میکنم، ولی خب با استاد ایرانی مخصوصا استاد ارشد روحانی چون وقتی باشون کار کردم که حرفه‌ای تر شدم باشون خیلی قطعات ایرانی بیشتری کار میکردیم و این تفاوت بارزترین بود، ولی جفتشون بسیار استادان ماهری هستن و من همیشه ازشون بی نهایت سپاسگزارم برای حمایتی که از من کردن و میکنن. چه تفاوتی میبینید بین موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی؟ بله، جفتشون بسیار متنوع و غنی هستن، هیچ جای شکی در این وجود نداره. در موسیقی ایرانی، خب موسیقی ایرانی که من کار کردم، آهنگای ایرانی که من کار کردم فقط یک بخش بسیار باریکی از تمام اون اقیانوس بزرگی که در موسیقی ایرانی وجود داره. تمام دستگاه‌های مختلفی هستن که مخصوصا با پیانو میشه نواختشون و خیلی از سازهای دیگه. موسیقی کلاسیک هم همچنین خیلی جای تنوع و کار داره و جفتشون بسیار عالی هستن، ولی خب از نظر برنامه ریزی و ساختاری در مقطع کنونی بخوام بگم، خب اون سیستم گرید بندی و برنامه ریزی که رپرتوار کلاسیک داره بسته بندی طور شده تر و مرتب تر هستش و خب خیلی از اساتید ایرانی هستن که الان در تلاش هستن حداقل برای پیانو که بتونن رپرتوار ایرانی برای پیانو هم دسته بندی بکنن و بسیار مرتب بکنن. بله، بسیار متشکرم. دوستان سوالی دارن از پارسا جان؟ به هر صورت خیلی متشکرم از باشید. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از همه دوستان عزیز که گوش کردن و امیدوارم که لذت برده باشن. ممنونم. عالی بود، خیلی خیلی لذت خیلی ممنون. مرسی، ممنونم. مرسی. برنامه بعدی ما رو خانم الهه لطفی اجرا میکنن. خانم الهه لطفی یکی از والنتیر های برنامه های ما بودن که همیشه میمدن در برنامه سینر ها و یوگا یاد میدادن به همه و همه از وجودشون هم استفاده میکردن هم لذت میبردن. من خیلی سپاسگزارم از شما خانم لطفی که تشریف آوردین و خواهش میکنم که لطف بفرمایید برنامه تون رو اجرا کنید. صداتون میوته، لطفاً آن میوت کنید خودتونو. امیر جان لطفاً خانم لطفی رو آن میوت کنید. بله. بله، با درود خدمت هموطنان عزیزم و خانم فیلسوف عزیز که همیشه واقعاً همراه و همدل با جامعه ایرانی بودند و هستند. من الهی لطفی هستم، همینجور که منو معرفی کردن، و مربی یوگا و معلم نقاشی و علاقه مندم به شعر. در ایران که بودم گاهی اوقات خودم هم اشعاری میگفتم ولی نیاوردم اون دفتر رو با خودم. ارادتی به جناب فریدون مشیری شاعر واقعا خوش سخنمون دارم که امروز برای شما عزیزان مرگ انسانیت رو انتخاب کردم که یه جورایی هم تناسب با شرایط زمانه. از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به دست به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت، ای دریغ آدمیت بر نگشت. قرن ما روزگار مرگ انسانیت است، سینه دنیا ز خوبی ها تهی است، صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است، صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست، قرن موسی چنبه هاست. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فقان یک قناری در قفس،
از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بردار. عشق در چشمان و بغضم در گلوست و در این ایام زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست. مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پژمردن یک برگ نیست. وای جنگل را بیابان می کنند، دست خونالود خیش را در پیش چشم خلق پنهان می کنند. هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. صحبت از پژمردن یک برگ نیست. فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کبیری سوت و کور در میان مردمی با این مصیبت ها صبور. صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. متشکرم از اینکه شنونده بودید. براو متشکرم. سلامت باشین. مرسی. متشکرم. آفرین بر شما و همچنین آقای فریدون مشیری. ما برنامه‌مون رو با شعر کوچه آقای فریدون مشیری شروع کردیم. جدی؟ به به، چقدر عالیه. هم شما هم ژیلا خانم دوست ما این شعر رو خیلی دوست دارن، ما به خاطر شما این رو گذاشتیم. به هر صورت متشکرم. صحبتی چیزی دارید شما الی خانم؟ نه خیلی، از برنامه‌تون لذت میبرم و واقعا دعاگوی شما هستیم که تو این ایامی که یه جورای همه خونه نشینن، شما یه جور ما رو تو دنیای مجازی باز شریک صحبت‌های هموطنای عزیز کردیم. متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطفتون. بسیار بسیار سپاسگزاریم. خواهش میکنم. برنامه آینده، یعنی برنامه بعدی رو آقای علی حقیقت‌جو لطف کنن لطفاً مثل همیشه ما رو با اشعار بسیار زیباشون به قول من مستفیض بفرمایید. خواهش میکنم. سرکار خانم فیلسوف، عرض ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم فیلسوف و بقیه عزیزانی که حضور دارن اینجا. افتخار این دارم که مجددا در خدمتون هستم. پارسا جان برنامه رو مثل همیشه بسیار زیبا اجرا کرد. ایشون هم خودش، هم پدر، هم مادر، هم برادر، همین ماشاءالله مثبت، خیلی خیلی مثبت، اینقدر انرژی مثبت میگیرم من واقعا این بچه‌ها رو که میبینم. انشاءالله سالم باشه. من برخلاف عزیزان حالا انشاءالله سری بعد از فریدون مشیری انتخاب میکنم، ولی یه شعر هست از هوشنگ ابتهاج با توجه به این برنامه‌های اخیری که اتفاق افتاد و یه عده‌ای هم به هر حال جونشون رو از دست دادن، یه تلنگری داره میزنه به قولی که ببینیم دنیا چه خبره. صبر کن ای دل پرغصه در این فتنه و شور، گرچه از قصه ما میترکد سنگ صبور. از جهان هیچ ندیدیم و عبس عمر گذشت، ای دریغا که ز گهواره رسیدیم به گور. تو عجب تنگه آبرکشی ای معبر عشق، تو عجب تنگه آبرکشی ای معبر عشق، که بجز کشته عاشق نکند از تو عبور. در فروبند بر این معرکه کان طبل تهی، گوش گیتی همه کر کرد ز غوغای غرور. تیز برخیز از این مجلس و بگریز چو باد، تا غباری ننشیند به تو از اهل قبور. مرگ میبارد از این دایره عجز و عزا، شو به میخانه که آنجا همه سور است و سرور. شعله ای برکش و برخیز ز خاکستر خیش، شعله ای برکش و برخیز ز خاکستر خیش، زان که تا پاک نسوزی نرسی
سایه به نور. ممنونم خانم فیلسوف. براو، براو. خواهش میکنم. یه مطلب هم فقط بگم خیلی سریع اینجا جا داره. من تولد طوفان عزیزم تبریک بگم. امروز تولد طوفان جان هست، طوفان مهدادیان، که به هر حال امیدوارم 120 ساله باشی طوفان جان. حالا دیگه بعد کادو اینا رو هم بعدن دیگه میذاریم استریل بشه، بعدن بهت بدم. خیلی ممنونم آقای حقیقتی، شما پیش دستی کردید. من میخواستم بهشون تبریک بگم. ای داد بیداد، ببخشید، من سری بعد حتما هماهنگ میکنم با شما، شرمندم. میده که چقدر ایشون محبوب هستن و خیلی زیاد. خیلی زیاد. آقای طوفان خیلی خوش اومدین. سلام خدمت شما همه میهمانان عزیز. خیلی ممنون خانم فیلسوف، خیلی ممنون علی عزیز، مرسی، قابل نداره. من موقعی که خانم فیلسوف داشتن پارسا جان رو معرفی میکنن، گفتن هنرمند جوان، گفتم خب نوبت بخش منه، یه دستی به سیبیلم کشیدم خودم آماده کردم، دیدم که نه هنوز مونده. بعد اینکه بعد گفتم هنرمند خوش صدا، باز گفتم منم، بعد دیدم که نه، علی حقیقت‌جو هستش. در صورت خیلی خوشحالم که بین شما دوستان عزیز هستم و امیدوارم که همونجور که همه گفتم، به هر حال تو این روزا که بعضی بچه‌ها خونه نشین هستن، این جمع های در واقع مجازی رو غنیمت بدیم و بتونیم دقایق رو با هم خوب باشیم. ممنونیم که شما تشریف آوردید، فوق العاده خوشحالیم از دیدنتون و خیلی هم باهاتون حرف داریم وقتی که نوبت شد. آقای حقیقت جو، شما میخواین راجع به همون صحبت هایی که میکنید، کتاب که میخونید، یک بار در اینجا توضیح بدید که اگر دوستان نمیدونن بیان و این برنامه بسیار زیبا و سرگرم کننده شما رو ببینن. حتما سرکاکم فیلسوف با کمال میل. من از زمانی که این مسئله پاندمی و این خونه نشستن و اینا شروع شد، والا تصمیم گرفتم عزیزان رو سرگرم بکنم با کتابای صوتی که انجام میدم، که چند تا پیج درست کردم، یکی توی تلگرام هست، یکی هم توی اینستاگرام و توی واتساپ، که خب یه تعداد از عزیزان ایرانی که توی ایران هستن به تلگرام دسترسی ندارن بتونن اونجا دسترسی داشته باشن. و یه سری کتابایی که مربوط به در واقع انرژی مثبت هست و امید دادن و اینا، با اونا شروع کردم. تا الان فکر میکنم 7 یا 8 تا کتاب رو خوندم توی این 5 ماه، که همه اونا در کانال کتابخانی علی حقیقت‌جو توی تلگرام موجود هست. اگر دوستان تونستن صدای بنده رو تحمل بکنن، میتونن اونجا بشنون. خوشحال میشم. بسیار زیباست. من همه رو چون وقت نمی کنم، ولی خب بعضی رو گشونم و واقعا لذت میبرم. خواهش میکنم، لطف دارید. خیلی ممنونم. خانم نیلوفر شیدمهر نویسنده هستن. ایشون چند وقت پیش من یک فراخوان دادم توی فیسبوک و خواهش کردم که دوستانی که علاقمند به شرکت در برنامه ما هستن با ما تماس بگیرن و به ما بپیوندن. و خانم نیلوفر شیدمهر لطف کردن و این کارو کردن و من ازشون خیلی خیلی سپاسگزارم. ایشون در دانشگاه خواجه نصیر در ایران تحصیل کردن در رشته مهندسی، در UBC فلسفه خوندن، در SFU و UBC تدریس میکنن، کتابای مختلف نوشتن. آخرین کتاب ایشون هستش Divided Loyalty که مربوط میشه به مهاجرت، راجب زنای ایرانی و اینکه واقعا چگونه در اینجا و یا در ایران دارن زندگی میکنن به اشکال مختلف. من ازشون خواهش میکنم که خودشون رو معرفی کنن و راجب کتابشون صحبت کنن و اگه که من خیلی کوتاهی از کتابشون رو هم برای ما بخونن. سلام و درود بر خانم فیلسوف عزیز و سپاسگزارم از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید. همچنین سلام و درود میفرستم به همه دوستانی که امشب در این برنامه حضور دارن و بسیار خوشحالم که در بین شما هستم. من نیلوفر شیدمهر هستم، نویسنده و شاعر و مترجم ادبی.
برای معرفی کارهام کتابام اینجا دارم که بهتون نشون بدم. این کتاب آبی ترین چشم هست که در سال 1997 قبل از اینکه من ایران رو ترک کنم منتشر شد. ترجمه ای هست از کتاب آبی ترین چشم نوشته خانم تونی موریسون، نویسنده سیاه‌پوست امریکایی که جایزه نوبل سال 1993 رو خانم موریسون بردن، البته برای کتاب دیگرشون به نام دلبر. بعد از اینکه من اومدم به کانادا در سال 97 در رشته نویسندگی خلاق تحصیل کردم تا مقطع کارشناسی ارشد در یو بی سی و بعد هم دکترای آموزش و پرورش گرفتم در یو بی سی و در این حین کتابهای رو منتشر کردم. یه سری از اشعار رو داستان‌های کوتاه خودم هستن و به دو زبان فارسی و انگلیسی. سو اینا کتاب‌هام هستن. کتاب شعر دو نیلوفر قبل و بعد از مهاجرت، این یه کتاب شعر دیگه هستش که انتشارات اچ‌اندس مدیا در لندن بیرون آورد در باغ تبعید. این آخرین کتاب شعر فارسیم هست، در همه شهرهای دنیا زنی هست. این کتاب رو و مجموعه داستان فارسیم به نام دو زن در میانه پل که انتشارات مهری در لندن منتشر کرد رو متنش رو در وبسایت هم گذاشتم. چنانچه عزیزان علاقه من باشن میتونن به تارنمای من مراجعه کنن. آدرسش هست nilofarshidmehr.com nilofarshidmehr.com با یه او. و سه تا کتاب به زبان انگلیسی منتشر کردم. اولی هست شیرین اند سالت من. این کتاب کاندید بهترین کتاب شعر سال در سال 2009 در استان بریتیش کلمبیا شد. متاسفانه جایزه رو نبرد. جز سه کتاب برتر شعر بود در سال 2009. کتاب دومم هست بیتوین لایفز. این دو تا کتاب هر دو توسط انتشارات اولیکان که در ونکوور آیلند هست منتشر شده. و کتاب آخرم که یک مجموعه داستان هست Divided Loyalties هست که توسط انتشارات آنانسی در تورنتو منتشر شده و بسیار نقد و بررسی خوبی گرفته، بازخورد خوبی به اون شده. از جمله در روزنامه گلوب اند میل در موردش نوشتن، ونکوور سان نقدی برش نوشت و خانم شیلا راجرز که برنامه ادبی داره در رادیو سی بی سی با من مصاحبه کرد و اگر که شما بدونین خانم شیلا راجرز با هر نویسنده یک کتاب منتشر میکنه مصاحبه نمیکنه، فقط بعضی از کتابا رو. به هر حال این یه شمه کوچیکی از سابقه من هست. حالا برای امروز من گفتم که یکی از داستان‌هام رو که در مجموعه آخر فارسیم هست براتون بخونم و بقیه‌اش رو خودتون میتونین متن رو روی تارنما پیدا کنین و بخونین اگه علاقه‌مند باشین. خیلی ممنون. این داستان در ونکوور اتفاق میفته، گفتم که شاید براتون جالب باشه. قبل از خوندنش یه توضیح بدم که یه حالت میان متنی داره این داستان، به این شکل که در خود داستان که روایت هست تکه‌ای از فیسبوک یه شخصی که قهرمان داستان هست و در موردش صحبت میشم میاد که اون متن‌ها از اشخاص دیگر، از نویسندگان دیگر هستن. عنوان این داستان هست 4 تابلوی گوهر جاوید. این داستان 4 تابلو دارد ولی خارج از تابلوی زندگی قهرمان داستان، جایی که تو زندگیت قرار دارد شروع می شود. نشسته یا صفحه فیسبوک او را بالا و پایین می بری و شرح حالها و عکسهایش را از زمانی که او را شناختی تا امروز مرور می کنی. نامش گوهر است. گوهری که انگار برای همیشه میان چمنزاری افتاده بود و کسی نمی دیدش. اسم مجازیش را پس می‌گذاری گوهر جاوید، همان گوهری که خوراکش هرس و غم و غصه بود، همان گوهری که از قضا جاوید نماند.
دوستی چند وقت پیش خبر داد بی خبر پریده، خبری که تو خیلی های دیگر را متعجب کرد و بر دلتان داغ گذاشت. دوستی تو گوهر با پیش قدمی او در فیسبوک شروع شد. در همان فیسبوک هم خاتمه یافت. سر اینکه گوهر خودش را با تو مقایسه کرده بود و طرح مسئله یائسگی که پریشانت کرده بود. زمانی که گوهر برای درخواست دوستی فرستاد در لندن زندگی میکرد، ولی آرزویش ساکن شدن در شهر تو ونکوور بود، کنار پسرهایش که شوهر سابقش با خودش اینجا آورده بود. برای ساختن اولین تابلوی زندگی گوهر عکسی از او را بر دیوار می آویزی و قصه می خوری که چرا رهایش کردی و چرا برای بیش از یک سال از او کناره گرفتی. مطمئنی نه تو و نه هیچ کس، حتی خانوادهش، فکر چنین اتفاقی را نمی کرد. مرگ خبر نمی کند. تابلوی اول، گوهر در لندن در فکر آمدن به ونکوور. گوهر در این عکس چون مروارید درشتی است بر انگشتر چمن، کلاهی سفید که به تاجی از پر میماند بر سر دارد و ژاکت موهر سفیدی بر تن. با اندام درشتش و با آن کلاه باشکوه بر سبزی بهاری چمن، انگار ملکه‌ای بر تخت طاووس نشسته. چهرهش را لبخندی درشت فرا گرفت و چشمانش برق برخواستن و به تمامی دیده شدن دارد. شرح حال او را هم چون تذهیب در کنار تصویرش می آویزی. من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی که توی یه تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی و دیگه هیچ؟ یا اینکه طور دیگه هم میشه توی این دنیا زندگی کرد؟ ماهی سیاه کوچولو، صمد بهرنگ. و یک لبخند. شب هیچگاه کامل نیست. همیشه چون این را میگوییم و تأکید میکنیم، در انتهای اندوه پنجره بازی هست، پنجره روشنی. یکی زندگی، زندگی که انسان با دیگرانش قسمت کند. پل الوار، ترجمه احمد شاملو. تا گوهر به آرزویش که هم جواری با پسرانش بود برسد، نزدیک 2 سال طول کشید و همینقدر هم بعد آن تا مرگش. تا مقیم نشده بود 2 بار همدیگر را در ونکوور دیدید. اولین بار با ویزای توریستی وارد کانادا شد و نزدیک 1 ماه در شهر شما ساکن بود، ولی باید برمیگشت به انگلیس، جایی که زیر پوشش بیمه درمان دولتی بود. گفت مریض است و زونا دارد و دارویی که مصرف میکند بسیار گران است و دارد ته میکشد. شاید هم مانند صبر پسرهایش بود که از حضور مادر در زندگیشان خسته شده بودند و میخواستند گوهر برگردد. بهانه سفر او فالق التحصیلی پسر سومش بود و حالا وقت خداحافظی بود. بعد برگشت به لندن، دل گوهر که دوباره مزه فرزند را چشیده بود پرپر میزد که برگردد. 3 ماه مانده به کریسمس به تو زنگ زد و پرسید جا داریم برای یه مدت کوتاهی قبولش کنی؟ آن روز صدایت چون پارازیت تلفن خشدار شده بود. اگه داشتیم که حتما، ولی تو این خونه خودمونم به زور جا دادیم و بعدم کریسمس و تعطیلات باشی. این شد که آن سال گوهر به جای آمدن به کانادا به ایران رفت. تو گفته بودی خوب کاری کردی، هیچ جا وطن آدم نمیشه، سر سیاه زمستونم بازم وطنه. بار دوم که گوهر به ونکوور آورد و داشت دنبال راه و چاه اقامت دائم میگشت، 1 بار دعوتش کردی خانه تان و 1 بار هم با همسرت او را به کوهنوردی بردید. برای شما بسیار سبک، ولی گوهر زود به نفس نفس افتاد. به خاطر او مسیر را کوتاه کردید. وقتی بالاخره پایین آمدید و به زمین چمن در دامنه رسیدید، گوهر نفس بلندی کشید. خوب اومدم ما.
از خودم انتظار نداشتم، مدت ها بود کوه نرفته بودم. تو هم دم به دمش دادی و گفتی آره آفرین، با ما بیای بهترم میشی و دوربینت را بیرون آورده بودی، بیا یه عکس بگیریم ثبت شه. حرفت خیلی خوشحالش کرد، میان چمن دراز کشید و گفت بگیر. لبخند همسرت در آن لحظه یادت نمی‌رود و حالت تعجب را در چشمهایش پشت آن عینک قطورش. خودت هم تعجب چون عکس گوهر را در فیسبوک زیاد دیده بودی. خوراکش ولو شدن در چمن و عکس گرفتن بود. بی حرف و لبخند عکسش را گرفتی و به روی خودت نیاوردی که زن 50 و چند ساله چنان ژستی گرفته انگار قرار است تصویرش را روی جلد مجله چاپ کنند. همانطور مثل مدل ها چشم های درشتش را خمار و لبهایش را به قدر عشوه ای یا آهی از هم باز کرده بود. چشما اما پشت آن خماری ساختگی دودو میزد و صورتش حتی با لبخند خوشحال و شاداب به نظر نمیرسید. استراب گوهر را ثبت کردی و آن را به داستان زندگیش که چند روز قبل تمام کمال برای تعریف کرده بود ربط دادی، به دلشورهش که آیا میتواند کنار فرزندانش ساکن شود یا نه. چهره گوهر با وجود چین و چروک زیبا بود. ابروهای کمانی، بینی خوشتراش، دهان کوچک، موهای پرپشت صاف که به شانه می رسید. فکر می کردی در جوانی وقتی زن مردی شده بود که 12-13 سال بعدش با منشی حجرش روی هم ریخته، حتما اندامی قلمی هم داشته. هیکلش با وجود 4 شکم زایدن البته خوب بود. آخرین باری که در فیسبوک گفتگو کردید همین 1.5 سال قبل گفت کمی هم لاغر کرده. آن زمان تو برای کار به ادمونتون رفته بودی و او در آپارتمان پسر سومش، همون که اولین بار برای فارغ التحصیلیش به ونکوور آمده بود، زندگی میکرد. پسر اما خودش چندین ماه قبل به ایران رفته بود و با سرمایه پدر در کیش کار میکرد. آپارتمان پسر گوهر به شما نزدیک بود. در فاصله که نبودی یک بار شوهرت را به نمایندگی از خودت فرستاده بودی تا به او سر بزند. عکسشان را هم داری در آپارتمان که بعدها دیدی. چهره گوهر خندان است، خنده واقعی از اینکه کسی به فکرش بوده و برای دیدنش آمده. همسرت گوهر را خیلی دوست داشت، میگفت معلومه خیلی تناز، کاش همدمی واسه خودش پیدا کنه، تو تشویقش کن. تو تشویقش میکردی حتی از راه دور، ولی اتفاقی در زندگی گوهر نمیافتاد. براو، هم ادامه داره ولی خب براو لذت بردی، خیلی لذت بردی و من میبینم همه خانما میخندیدن ولی آقایو خندیده، ولی همه ای ماها داشتیم میخندیدیم و میدیدیم که واقعا کیه. خیلی عالی بود نیلوفر خانم. یه کمی دیگه از خودتون بگین برامون. کی تشریف آوردین ونکوور؟ من از سال 1997، آخر اکتبر 1997 بود که مهاجرت کردم اومدم ونکوور. و خب اولش میخواستم که توی رشته خودم که نشد و زندگی ما رو به راه دیگه برد. البته برای دانشگاه UBC هم اقدام کرده بودم چون همیشه علاقمند بودم به نوشتن و در ایران هم از نوجوانی می نوشتم و کلاس های داستان نویسی، جلسه داستان نویسی با نویسندگان مشهور از جمله آقای عباس معروفی شرکت می کردم و جمع های دیگه. دیگه در حال به UBC اقدام کردم، برای UBC درخواست دادم و پذیرفته شدم. منتها بعد میرفتم از سال سوم چهارم در واقع برنامه کارشناسی شروع کردم که کردم و دیگه راه طولانی تا که در سال 2014 دکترامو گرفتم و سال 2015 ژانویه 2015 در برنامه تحصیل تکمیلی در دانشگاه SFU کورسای درس میدم در زمینه نویسندگی، زندگی نگاری به طور اخص و سینما و ادبیات ایران. بسیار خوشحالیم که شما اینجا هستید و ما امیدواریم که بیشتر بتونیم ببینیمتون، بیشتر از معلوماتتون از کتاباتتون استفاده کنیم.
انشالله یک موقعیتی بعد از داستان کووید 19 قرار میدیم که تشریف بیارین و کتابتونی بیشتر معرفی کنید و به هر حال در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون. من بسیار سپاسگزارم از محبت شما. لطف دارید. یکی دیگه از هنرمندان جوان شهر ما شلاله ریسوانی است. شلاله هم به همراه خانوادهش در 13 سالگی از تبریز به ونکوور اومدن. در سال 2009 آکادمی رقص چیچکله رو تأسیس کرد و از اون به بعد در کانادا و کشورهای دیگه برنامه اجرا کرد. شلاله خیلی جالبه. ایشون هنرمند هستن، رقصای قشنگی رو ترتیب میدن، آموزش میدن، اما در عین حال در بیومدیکال هستن. من نمیدونم چجوری این دوتا رو شما با همدیگه مخلوط میکنی شلاله جون. شاید خودتون معرفی کنی و یه مقداری توضیح بدین در این مورد. مرسی. ممنون خانم فیلسوف. سلام به همه. مرسی از اینکه خانم فیلسوف شما من دعوت کردین. خیلی جالبه یه قسمتی از برنامه زوم بودن. من بسید بیشتر کاری بودن. خیلی خوبه. خیلی بهتر از این لازایی. من رشته من یعنی وقتی که من کانادا کلن به خیلی سهلا بذاشتم. بعد رفتم کلن از ایران یاد گرفته بودم از تقریبا 8 سالگی و بعد که اینجا اومدیم همچنان به صورت خیلی معمولی شروع کرده بودم توی کمیتی میرقصیدم و در این حال هم مثلا خب مثل تمام بچه های ایرانی که اینجا بودم تو مدرسه هم خیلی دوست داشتم اکشتی تو مریم مثلا مامانم بابا هم میخواستم خب درس بخونم و کارو بکنم و من خودم خیلی علاقه داشتم به ریاضی و فیزیک و بعد تصمیم دارم رشته مهندسی و مهندسی روی قسمت بایومدیکال انجینیری یعنی مهندسی پزشکی و روباتیکس بیشتر کار کرده بودم و بعد هم الان برای پی‌اچ‌دی دانشگاه مگیل هستم و روی هوش مصنوعی و در واقع اتیکس نوعی فلسفه و هوش مصنوعی دارم تحقیق کنم. کلن چون از بچگی به خیلی چیزهای متفاوت علاقه داشتم و هیچ وقت هم نخواستم هیچ کدومش رو در واقع بذارم کنار و نوعی سعی کردم که دوتاشو با هم نگه دارم تا اینجایی که تونستم. خیلی خیلی جالبه برای اینکه خب قسمت‌های مختلف مغز کارهای مختلف میکنه و کاملا برای من خیلی جالبه که شما اینچنین در اکادمیک اینوالف هستین و اونطوری هم در هنر. این شخصیت بارز شما رو نشون میده. بفرمایید که چی شد که این گروه رقص چیچکله رو تأسیس کردین؟ چرا اصلا تأسیس کردین؟ فکر میکنین چه کارهایی میتونیم بکنین با این در اجتماع ایرانی و یا غیر ایرانی؟ حالا من اینجا که اومده بودم من خب گروه رقص چیچکله بیشتر توی رقص آذری فوکس میکردیم و من که اینجا اومده بودم مثلا جمعه که میرقصیدم خودم تنهایی میرقصیدم و یه جایی اینطور بود. دلیل اصلی که شروع کردیم یعنی شروع کردم یاد دادن این بود که زیاد خوشم بد یعنی خوشم نمیومد تنهایی برقصم. میخواستم چند نفر دیگه هم باشه و با من برقصم و راستی بخواید اون حسش این بود که میخواستم کلا جامعه بیشتر با من باشن و بعد خب پدر مادرم و برادرم خیلی در این مورد من کمک کردن و کلا وقتی که رفتم ایران معلمم ایران مربی میران خانم نسرین حریری من گفتن که میتونی شروع کنی یاد دادن و من سن 17-18 سالگی تقریبا این شروع کردم به صورت جدی تر یاد دادن اینجا و زیاد راستش بخواییم قصد خاصی نداشتم که حتما یه دونه مثلا گروه درست کنیم یا مثلا خیلی حالا اجرای جد داشته باشیم. زیاد به صورت این هدف من اول به صورت مثلا خیلی هدف خاصی نداشتم ولی بعد از اینکه چند تا برنامه اجرا کردیم برنامه سیاره اجرا کردیم بعد مثلا علاقه یعنی یه سری خب مردم جامعه یعنی خیلی ساپورتمون کردن و گروه همون هم خودشون علاقه زیادی داشتن و من خودم هم علاقم بیشتر شد به رقص و تصمیم گرفتیم که خب بیشتر اجرا کنیم و یکی چیزی که متوجه شدم این بود که خب رقص برای من یک نوعی یه راهی شده بود که به عنوان یک نوجوان اینجا بتونم خودمو یعنی خودمو بشناسم و بتونم هم یعنی هم فرهنگی خودمو
بتونم ارائه بدم و هم در یک جامعه باشم که خب لزوماً فرهنگ‌های متفاوتی هست و لزوماً فقط فرهنگ خودم هستم روش نیست. و خیلی به من کمک کرد که این کار رو بکنم و بچه های گروه همونم خیلی بچه های جوانی بودن مثل از 7 سالگی 8 سالگی و خیلیش هم اینجا به دنیا اومده بودن یا سن پایین اومده بودن اینجا و احساس کردم که این کار داره کمک میکنه که این اتفاق برای اونا هم بیفته و این مثل خیلی بر من مهم بود که بتونم که در این یعنی یه دلیل هستی که من خودم شخصا میخواستم گروه ها نگه دارم به خاطر این بود که یک راهی باشه که برای اینکه بچه هایی که اینجا بدون اومدن یا جوانان بتونن هم به فرهنگ خودشون رو برقرار کنن و هم بتونن اون فرهنگ رو به جامعه مولتیکالترال کانادایشون بدن. کاملا کاملا بر صورت خیلی ممنونم شلال جان از اینکه تشریف آوردی، بی نهایت سپاسگزارم و آینده خیلی خوبی برای شما میبینم و من واقعا خوشحالم که میبینم یک کسی مثل پارسا، مثل شما، مثل طاهر که خوش آمدی طاهر جان، الان میبینیم اتون که آمدین اینجا، هم هنر ما رو نگه میدارن، هنر کشور رو نگه میدارن و همین که از نظر اکادمیک خیلی پیشرفته هستن. با اجازتون یکی از رقصای گروه چیچکله رو خواهش میکنم امیر جان لطف کنن و بذارن که با هم ببینیم. Bum 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 bum
بسیار عالی، بسیار عالی. شلاله جون دستون درد نکنه، فوق العاده زیبا بود. من از تلویزیونم پرواز، از تلویزیون پروازم سپاسگزارم که اجازه داد این کلیپ رو مصرف بکنیم. شلاله جان فوق العاده زیبا بود، فوق العاده قشنگ بود، دستتون درد نکنه. اگر کسی بخواد این رقص رو یاد بگیره و بخواد با شما تماس بگیره، چجوری میتونن تماس بگیرن که بیان این رقص رو از شما یاد بگیرن؟ خیلی سوال خوبیه، مخصوصا در زمان کووید. راستش بخوام، من خودم الان خیلی سعی کردم که کلاسامون رو دوباره بذاریم ولی به صورت این پرسن، یعنی توی استودیو، ولی متاسفانه استودیو هنوز اون استودیو که ما باش کار میکنیم یه ذره هنوز اجازه نمیده. ولی خب من اگه حدودا 4-5 ماه دیگه فعلا ونکوورم، اگه به صورت خصوصی خواستین کار بکنیم میتونی با من تماس بگیریم، یا اینکه من اگه یه سری بچه هایی که یه شاگرده که با هاشون کار کردم قبلا با اونا روی زوم کار میکنیم، ولی فکر کنم برای کسایی که تازه شروع میکنن روی زوم شروع کردن یه ذره سخت باشه برای رفت، چون که من خیلی دوستم که اون حرکات بیسیک رو آدم مثلا از نزدیک یاد بده، ولی حرکات یه ذره ادوانس‌تر و راحت‌تر باشه از زوم یاد دادن اگه یه ذره عادت داشته باشیم. ولی حالا اگه علاقه داشته باشیم میتونیم با خود من تو فیسبوک یا روی با گروه چکلر یه نه فیسبوک پیج داریم با اون تماس بگیریم و ببینیم که چی براتون خوبه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. ما باز هم یک رقص دیگه از چکلر خواهیم داشت. راستی معنی چکلر چی میشه شلاله جان؟ شکوفا. چکلر که واقعا بکنم بعد از مدت، الان بکنم بعد 11 سال بعد میدونم اسم سختی بود برای روزش بخواییم یه در انتخابش، ما زیاد دقیقا به همه چیز فکر نکرده بودیم، همینطور یه نفر گفت ما گفتیم که انتخاب کنیم، ولی یعنی شکوفا یا بلاسمز در واقع. بسیار عالی. در اینجا از آقای بدیعی خواهش میکنم که لطف کنن و شعرشون رو بخونن. آقای بدیعی هم همیشه یار و یاور ما بودن و همیشه لطف کردن در برنامه های ما شرکت. سر نازنین ایشون هم از ما اسکالرشیپ گرفتن، یکی از بهترین والنتیر های ما بودن و ما واقعا خوشحالیم از این موضوع. آقای بدیعی لطف بفرمایید. خیلی ممنون. در قعر جهنم همه مستان جمعند، بیدار دلان و می پرستان جمعند، چون نیست به جز مؤمن و ملا به بهشت، آنجا بروم که دل پرستان جمعند. سلام عرض میکنم، درود میفرستم خدمت همه عزیزان. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این افتخار رو داشتم که در خدمت دوستان باشم در برنامه دلشدگان، و تشکر و سپاس ویژه از سرکار خانم فیلسوف و همکاران عزیزشون که چون موقعی که این ویروس کوچولوی قدرتمند نبود حضوری جمع می شدیم. فکر می کنم من 2014-15 بودم توی دلشدگان، چه الان که حالا به هر حال باز هم با وجود این وضعیت خاص صورت آنلاین توی زوم، به هر حال باعث افتخار بنده است. سپاسگزارم. عرض به خدمتتون که زنده باشین. من یک غزل تقدیمتون میکنم، بعدش البته اگر که اجازه بدین توضیح میدم که این شأن نزولش به اصطلاح غزل چیه. عشق را نام تو ای آرام جان معنا کند، قطره ای از جام تو مرداب را دریا کند، یاد تو در ظلمت این شهر فانوس ره است، هر که گم گشته است در تو خیش را پیدا کند، سایت افتاده بر خورشید ای بالاترین، روی ماهت ماه را در آسمان رسوا کند، یک نظر از چشم مستت مرده را جان می دهد، شوق دیدار تو چشم کور را بینا کند، خونبهای عشق
گشتی بر صلیب ناکسان، رستگار است آن که دل را با دلت سودا کند. دامنت شد دست گیره دست ما تر دامنان، جز پناه تو دل بی کس کجا سکنا کند. آسمان در چشم پاکت شوق باریدن گرفت، روح باران نام تو در گوش گل نجوا کند. وارهد از کار دنیا آن که در کار تو رفت، در خیال وصل تو هر روز را فردا کند. نیست خوشتر از هوایت میهمان سینم، نیست خوشتر از هوایت میهمان سینم، هر نفس شور تو در بنیان من غوغا کند. دل تو را می جوید و جان از تو می گیرد قرار، تا به زلفت این دل بیتاب را شیدا کند. آتشی افروز در من پخته کن جان مرا، خام می ماند گلی که سوختن پروا کند. ساغر و ساقی و می خود جملگی مست تو هست، نیست هوشیاری که جان را مست از آن صحبا کند. تا بیایی باز هر شب مرغ دل با صد امید، نغمه میلاد خورشید از پی یلدا کند. خیلی ممنون. براو. ممنون، متشکرم. این من فقط یه توضیح بدم، این شعر در نام و با افتخار برای عیسی مسیح خداوند زنده سروده شده و اگر حروف اول ابیات رو جمع بکنید به عبارت عیسی خداوند است که عنوان شعر هم هست میرسه. خیلی ممنون. بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم. خیلی متشکرم. و در اینجا از دوست عزیزمون خانم روشنک مرزارا خواهش میکنم که خانم مرزارا یه کتاب خیلی قشنگ دارن با بحر طویل های بسیار بسیار زیبا و جای همه تون خالی. وقتی که ما منزل ایشون هستیم، ایشون اول آشپز فوق العاده خوبی هستن، غذاهاشون اصلا بی نظیره و از اون گذشته این کتاب رو باز میکنن و میخونن برای ماها و واقعا ما لذت میبریم. من ازشون خواهش کردم که امشب یکی از اون بحر طویل های کتابشون رو بر ما بخونن. اولا خودتون معرفی کنید روشنک جان، بعدم کنید درود و با درود و سلام به دوستان عزیز و ارجمند و خانم فیلسوف. بسیار روشنک مرزارا هستم و وقتی شما از من دعوت کردین بسیار خوشحال شدم و باعث افتخارم بود که در این برنامه شرکت بکنم و واقعا از ته دل گفتم حتما من هر جوری شده هر برنامه‌ای باشه باز کنسل بکنم این ساعت موقع شام بچه‌ها و شوهر و اینا همه کنسل، من باید اینجا باشم یه دو ساعتی. من یه بحر طویل که همجور که نسرین جون گفتن دارم و همچنین شعر دیگری، ایشون گفتن اینقدر وقت داری اینو بخونی، گفتم این خیلی کوتاه. حالا یه چیز دیگه هم آوردم که اگر این خیلی کوتاه بود، اگر خیلی دست بزنین و اینا، من اون یکی رم براتون میخونم. اوکی. دوستان، آمده ام باز که این دفتر ممتاز کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، رؤوف است و کریم است، کبیر است و عظیم است، بصیر است و علیم است، نصیر است و نعیم است، قدیر است و قدیم است، خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده، گوهرهای گران داده، سر و صورت و جان داده، تن و تاب و توان داده، رخ و روح و روان داده،
لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داده، شکم داده و نان داده، ز آفات امان داده، کمالات نهان داده، هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و اینها پی آن داده که از شکر و عطا و کرمش چشم نپوشیم و ز هر غم نخروشیم و ز هر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم عنایات خداوند مبین را. برافو. برافو. بسیار زیبا. بسیار زیبا. ممنون. لذت بردیم. منم بخونید. جان؟ درتونم بخونید حالا. اون یکی رو بخونم؟ بله. من مامانم خیلی شعر میخونن و علاقه به شعر دادن دارن و شعرها رو جمع میکنن از اون ور و از اون ور، منم ازشون میگیرم و کتابچه ای درست کردم. این یکی از شعرهایی که نمیدونم مامانم از کجا آوردن و خیلی با ذوق خودشونم از بحر میخونن و من هر دفعه میخونن میگم تو هنوز اینو از بحر نکردی؟ ننم. میگم نه مامان، من هنوز از رو میخونم. این اسمش رنگ هاست. بله. یه زندگی چهرش پر از رنگ است، رنگ ها غالبا هماهنگ است. رنگ آبی نشان دریاهاست، قهوه‌ای ویژه گل و سنگ است. صورتی عشق و زرد خزان، سرخ گویی مشعل جنگ است. رنگ خاکستری نشان غم است، مختص مردمان دلتنگ است. باید این رنگ ها شود ترکیب، ورنه اسب مراد ما لنگ است. گر نباشی مصوری ماهر، نیست زندگی زشت و ناهماهنگ است. گر نیاموختیم یک رنگی، نیست تقصیر رنگ، فرهنگ است. باید از رنگ ها جدا گردیم، چون حقیقت همیشه بی رنگ است. براو، براو. ممنون، مرسی. نسیم جون، خوشحالم که اینجا بودم. خیلی ممنون روشنک جان. خواهش میکنم. قربان شما. انشاءالله در برنامه های دیگه هم تشریف میارید. اون بحر طویل های خیلی طولانی رو میخونید. هنرمندای شهر ما آقای طاهر کوهکهی هستند، نوازنده دف که در سال 1978 متولد شدن در مهاباد و 30 ساله که ایشون دف میزنن و طاهر همیشه و همه وقت هر وقت ما ازش خواهش کردیم به برنامه های بنیاد آمده و بسیار بسیار زیبا اجرا کرده. متاسفانه این صداش چندان جالب نبود، من خواهش کردم که امیر قطع کنه برای اینکه واقعا انصاف نیست. من میدونم ایشون چقدر زیبا میزنن، من میدونم چقدر مهارت دارن در این امر، بسیار بسیار هنرمند و همیشه به تقاضاهای بنیاد جواب مثبت دادن. ما ازشون سپاسگزاریم از اینکه امروز تشریف آوردن، کار میکردن تا چند لحظه پیش و اومدن. طاهر جان لطفا خودتون رو معرفی کنید
و بفرمایید که چند سال در کانادا هستید. من عرض سلام دارم خدمت شما خانم فیلسوف عزیز. مرسی از دعوتتون. عرض سلام خدمت همه دوستانی که تشریف دارن، هنرمندا و همه عزیزانی که ما رو میبینن و خسته نباشید به دستاندرکاران گروه پرواز. من 10 ساله که ساکن کانادام و همونطور که شما فهم بودین الان 42 سال سنمه و 30 ساله که مشغول به نوازندگی دف هستم. و همین اگه سوالی دیگه هست بفرمایید. من متاسفانه این ویدیو خودم یه خورده جا خوردم از کیفیت پایین صدا متاسفانه. بله، به خاطر همین ما قطع کردیم، برای اینکه احساس کردم که it doesn't do the justice، برای اینکه من شنیدم که شما چجوری میزنین و چقدر زیبا میزنین. این خواهش میکنم، لست دارین نبودش. بفرمایید از که شروع کردید که دف بزنید شما؟ شروع من برمیگرده به بچگی. من تقریبا 10 سالم بود، 10 سال 11 سالم بود و نمیدونم شما مطلع هستی یا نه، تصوف همیشه در کردستان بوده و خانقاه ها همیشه دایر بوده. بله. من بچه که بودم پدرم خیلی برای من تعریف میکرد که محیط خانقاه ها چجوریه، دف میزنن، مراسم ذکر و دفزنی و شیخانی، و من همیشه علاقمند بودم که یه بار این اتفاق بیفته بتونم همراه پدرم ببرم. بعد یه شب ایشون گفتن که بعد اونجا راست بود که همیشه شبای پنجشنبه که فرداش جمعه است مراسم برگزار میشد. یه شب اتفاق پدرم رفتیم اونجا، خیلی محیط معنوی دیدم، خیلی جای قشنگی بود، دسته دف نوازا کسایی که شعر میخونن جدا بود، خیلی منظم، و از همون موقع من علاقمند شدم، خیلی علاقمند شدم و به اصرار کردم به پدرم که این کار ادامه داشته باشه و بتونم که این کار ادامه بدم، دف رو یاد بگیرم. اون موقع شرایط مثل الان نبود که مدرسای دف باشن، دف حالت آکادمیک و از روی نوت اینا تدریس بشه، و جریاناتی که الان هست خیلی فرق کرده، همش سینه به سینه بود و کسی هم نبود به ما یاد بده که اینجوری دف باید بزنی، اصلا طرز گرفتن صحیحش، استایلش اینجوریه. من همینجوری خود به خود یاد گرفتم، یعنی هیچ کی نبود، کسی نبود به من یاد بده که حتی دف رو چجوری من دستم بگیرم. بارها همش آزمون و خطا شد، آزمون و خطا شد، همش میرفتم نگاه میکردم، حتی اون موقع یعنی یه دونه دفع درست حسابی هم پیدا نمیشه. من یادم اون موقع اصلا دفعه تقریم مثلا نبود، یه دفع کوچیک پوستی داشتیم، بعد فریم این خب مثل الان اینجوری کار نمیشد از روی اصول فنی، یه فریمش همیشه اینجوری خم میشد، حالت کمانه میگرف، من شبا باید اینو فریمش رو دورش رو خیس میکردم، 3-4 تا سنگ میذاشتم که دوباره صاف بشه و دوباره بتونم با اون تمرین بکنم. خلاصه سالها اینطور شد، همینجوری من برای خودم دف میزدم. بعد یه شب یکی از همسایه های من اون موقع سنتور میزدن، ایشون که از شاگردای آقای البته استاد مرحوم استاد پایور بودن، ایشون گفتن که جشنواره هست به اسم فستیوال موسیقی فجر که تو تهران برگزار میشه، اون موقع خیلی فستیوال بزرگی بود، گفت دوست دارم که شما همراهی بکنی با ما، بیای دف بزنی. و از همونجا پای من به موسیقی باز شد، از خانقاه به موسیقی باز شد، گروه بزرگی بودن و اون موقع واقعا من از لحاظ آکادمیکی موسیقی یعنی چیز خاصی بلد نبودم، من فقط از خانقاه اومده بودم و مقامهای خانقاهی رو یاد گرفته بودم. با اون گروه که رفتم اون فستیوال رفتم، اونجا با استاد کامکار من شانس بزرگی داشتم که آشنا شدم از نزدیک با ایشون، استاد بیژن کامکار، خیلی چیزا یاد گرفتم و دوباره بازم یه سال بعدش اتفاق افتاد، دوباره ایشون رو ملاقات کردم و از همون مسیر دیگه من ادامه داشت کارم پیدا کرده، یعنی تداوم پیدا کرد با گروه های بزرگ دیگه موسیقی، فستیوال های دیگه اتفاق افتاد و این باعث شد که من اینجوری ناخواسته توی مسیر قرار بگیرم و یاد بگیرم. من استاد نداشتم ولی شاگرده بسیاری داشتم. ولی بدون داشتن استاد واقعا کارتون فوق‌العاده است، چون من هم در کنسرت ها دیدم شما رو و هم به صورت بعضی اوقات شما با اسمش یاد آقای قائمی، درسته؟ بله، با آقای نیما قائمی، یعنی تو برنامه های ما اومدین چندین بار و واقعا اصلا این دست چجوری حرکت میکنه، خیلی سریع و صداها بسیار زیبا و قشنگ هستش.
شما کلاس هم دارید درسته؟ بله من عرض کردم سال هاست که من تدریس میکنم، هم حالت سینه به سینه و مقام های خانقایی و هم از روی نوت و کتاب هایی که در این راسته داره نشر میشه و اساتیری که دارن از روش تدریس میکنم. اگر کسی بخواد کلاس شما بیاد چجوری باید با شما تماس بگیره؟ من شماره تماس دارم برای این کار که میتونم اعلام بکنم هر موقع حالا از هر طریقی شد، ولی الان متاسفانه توی این شرایط کووید 19 که اومده نمیشه. الان تنها یه شاگرد دارم که خانم متانت صادقی هستن که ایشون خیلی مشتاقن، اینقدر مشتاقن که ما میریم بیرون و کلاسامون رو تو پارک اجرا میکنیم. ایشون اینقدر مشتاقه که خیلی مصره که حتما ادامه داشته باشه. یه یعنی پارکی نزدیکی خونهشون هست برای اینکه کلاسامون استاپ نشه اونجا بریم با هم کار. اتفاقا ما اون کلیپ رو داریم و امیدواریم بتونیم بذاریم و صدای خوب معلوم بشه، چون واقعا اون کلیپ هم بسیار بسیار زیباست. آیا شما فکر کردید هرگز یک گروه درست کنید که همه دف بزنن؟ چون من اینو مثلا چند کلیپ دیدم که مثلا اگه تعداد زیادی هستن همه دف میزنن و فوق زیباست. آیا شما این فکر کردین که ما در ایران همچین گروهی داشتیم، ولی اینجا متاسفانه چون نوازنده‌ای در اون سطح نیست، یعنی کمتر کسی هست. خیلی هم از شاگردایی که میان یاد بگیرن، چون واقعا شاید از لحاظ ساختاری خیلی ساز ساده‌ای به نظر برسه، ولی وقتی کسی که میاد یاد بگیره وارد مراحلی میشه که بخواد واقعا به طور حرفه‌ای یاد بگیره، واقعا این ساز ریاضت میخواد و سازی نیست که به سادگی بشه نواختش. من 30 سال عرض کردم تو این کار هستم، هنوزم دارم چیزهای جدید از خیلی آدمهای دیگه میبینم و درس جدیدی برای خودم برای یاد گرفتم. بله. برای این کار واقعا یه گروه خوب لازمه، نوازنده های خوب لازمه که بتونن این کار انجام بدن. متاسفانه پیدا نشده، یعنی کسی نبوده که واقعا بتونی با هم گروهی داشته باشیم که این کار انجام بدیم. امیدوارم که یه روز بتونید این کار رو بکنید. به امید خدا انشالله. واقعا حیفه، واقعا حیفه. هنر شما واقعا با ارزشه و من امیدوارم مرسی. بتونیم این کار رو بکنیم و این هنر رو در اینجا انشالله. مرسی علوتون. من یه صدا شنیدم. سوالی دارین از طاهر؟ بازم طاهر جان ما اسم شما رو اشتباه اسپل کردیم، میبخشید. خیلی موضوع معذرت میخوام. خواهش میکنم. یه آینده موسیقی ایرانی رو چطور میبینید شما؟ اینجا یا ایران؟ هر دو جا، هم ایران هم اینجا. تو ایران با این شرایطی که من تو این من 15 سال از ایران خارج شدم، 10 سال اینجا، قبل اینجا هم تو ترکیه زندگی می‌کردم. من تو این 15 سالی که از ایران خارج شدم، سطح موسیقی سنتی ما در ایران یعنی به مراتب بالا رفته، به مراتب پیشرفت کرده. نوازنده‌های فوق‌العاده چیره دستی داریم الان با سنین پایین، یعنی یه کارهای انجام میدن که واقعا ماها تعجب می‌کنیم. ولی متاسفانه موسیقی ایرانی اینجا به ویژه تو ونکوور روز به روز داره پسرفت میکنه. مشتاقان این موسیقی کم شدن و متاسفانه زمینه و بستری تو خانواده ها من نمیبینم که بچه ها یا خودشون مشتاق به این موسیقی باشن. و مگه این که فقط یه اتفاقی بیفته که یک کنسرتی از طرف کسایی که از ایران مثل همایون یا مثل اساتی دیگه که میان برگزار بشه، منم سالی یک بار. و این خیلی در آینده به نظر من وشه، یعنی خوبی نمیتونه برای موسیقی ما داشته باشه. ما الان اساتید بزرگی داریم اینجا، استاد فرشپوری، استاد بهروزینیا، خیلی های دیگه. یعنی با وجود این اساتید اگه ایران باشن، یعنی شما باید برای یه جلسه دیدنشون هزینه به جای خودش، باید ماها مثل یک دکتر پزشکی که مثلا متخصصه براشون وقت بگیریم. ولی اینجا متاسفانه نه کلاسی به اون شیوه دارن، نه شاگردی به اون شیوه میرن که ازشون یاد بگیرن. و این به نظر من آینده خوبی نمیتونه موسیقی ایرانی تو ونکوور داشته باشه. خانم فیلسوف. بله بفرمایید. معذرت میخوام، من ریز هند کردم فکر کنم متوجه نشد این، معذرت میخوام، پریدم وسط حرفتون. طاهر جان درست فرمودن کاملا، من ارادت خیلی خاص دارم نسبت به ایشون. دیدم ساز چجوری میزنن، دف که اصلا کلن جای خود داره، جز سازهای کوبه‌ای هست که
منقلب میشم از شنیدنش. حالا نه تنها من، مطمئنم خیلی ها. این مطلبی که شما در مورد موسیقی فرمودین، من فکر میکنم ایرانی ها یه اتحادی میخوان داشته باشن که متاسفانه اون اتحاد تو خیلی از چیزا نیست. این 20 چند سالی که اینجا دارم زندگی میکنم، متاسفانه این اتحاد کمتر و کمتر و کمتر و کمتر داره میشه. اگر اون اتحاد، اگر اون انسجام رو داشته باشیم، خیلی کارا میشه انجام داد. متاسفانه هر کاری که میخواد انجام بشه، به جای این که همدیگر رو ساپورت کنیم، بدتر پا میگیریم پشت پای همدیگه، که متاسفانه حتی توی این 10-15 سال خیلی بدتر شده. باید چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ بعدلا داشتن گروه موسیقی هست، گروه تئاتر هست، همه چی هست، شب شعر میتونه باشه به نحوهای مختلف. امیدوارم این اتفاق بیفته که اتحادمون زیاد بشه، مخصوصا توی ونکوور. ببخشید خانم فیلسوف، من یه پریدم وسط صحبتتون. بازه دوستان تشریف بیارید و صحبت کنید، هر نظری دارید بگید. واقعا من میخواستم سلام خانم فیلسوف، ببخشید من شما را منم اینتراب کردم. خیلی ممنون از طاهر عزیز، هم به خاطر هنرشون، هم صحبت‌های زیباشون، و علی جان که نظر بسیار بسیار مهمی رو گفتن در رابطه با ساپورت. ولی یه چیز مهمی به خصوص، چون موسیقی هنره، من فکر میکنم عشقه، یعنی ما باید عشق رو زیاد کنیم بهش. و حالا چجوری باید این کار بکنیم نمیدونم، به خاطر اینکه من فکر میکنم این چنج داره میاد، چنج هپنینگ، همین جوری اتفاق میفته، به خاطر اینکه دلایل مختلفی، حالا الان کووید، ممکنه فردا یه چیز دیگه ای باشه، ولی ما چجوری این عشق رو ایجاد کنیم؟ این چیزیه که من فکر میکنم هنرمندا باید راجع بهش فکر کنن، چی کار میشه کرد که جوانای ما رو علاقمند کنن به موسیقی، و چجوری هنرمندها میتونن موسیقی هایی داشته باشن که اینتراکت کنن جوانا رو به اون موسیقی، که به جای اینکه برن موزیک، حالا چیز نه که بد باشه، موسیقی هنره، فرق نمیکنه، ولی اون موسیقی اصیل ایرانی رو هنوز پاس بدارن و دوست داشته باشن. اینه که ما باید، یعنی هنرمند ها، من که هنرمند نیستم، ولی هنرمند ها باید راهی پیدا کنن که اون این عشق رو توی بچه ها، تو جوان ها، تو بقیه ایجاد کنن. به نظر من اون خیلی مهمه که همه باید فکر کنن راجبش، که چجوری میتونیم اون عشق رو ایجاد. متشکرم. آقای فرجی پور در برنامه گذشته ما صحبت کردند که ما باید یک محلی داشته باشیم که در اون محل همه اینها انجام بشه، موسیقی، تئاتر، شعر، خوشنویسی، سخنگویی، همه اینها اونجا انجام بشه. حرفشون هم کاملا درسته، و اگر ما یک محیطی داشته باشیم که همه با هم جمع بشیم یک جا، این اتفاق خواهد افتاد. و منم خدمت ایشون گفتم آقای فرشپوری، من تقریبا 25 ساله که میخوام و با افراد مختلف صحبت کردم که یک جایی رو درست کنیم برای کامیونیتی ایرانی، و مخصوصا توضیح دادم هموطنای ما هر زیاد میزنن، ولی وقتی نوبت به عمل میرسه عمل نمیکنن. و این همه ما، از خودم میگیرم، همه ما حرف میزنیم، جلو هم که میرسیم میگیم بله باید بکنیم، باید داشته باشیم، ولی میریم کنار، اصلا فراموش میکنیم، اصلا خداحافظ، اصلا همدیگر رو دیگه نمیشناسیم. این داستانیست که من 30 ساله در اینجا دارم میبینم و با افراد مختلف صحبت کردم، با توانمندای ایرانی که دستشون به یه جایی میرسه صحبت کردم، تقاضا کردم خودشون بیان یک محلی باز کنن، پول بذارن، خودشون مواظبت کنن از پول، و ما این محل رو باز کنیم برای ایرانی ها. متاسفانه همه گفتن بله، ولی هیچ کدوم عمل نکرد. این مسئله ماست، مسئله ما ایرانی هست. حالا چگونه، همطور که آقای حقیقتجو گفتن، چگونه ما میتونیم اینو حل کنیم نمیدونم. من چیز عرض کنم خدمتون، ایشون فرمودن که هنرمندا چه بستری فراهم بکنن که این موسیقی ما به بچه ها مخصوصا یاد داده بشه.
بله. اول اینکه به نظر من مهمترین بستر، مهمترین عامل، ماها که الان هممون راجع به موسیقی سنتیمون هم خب از لحاظ سنی، از لحاظ تجربه هم آشنایی داریم و میدونیم چیه، ولی مخصوصا کودک، بچه‌هایی که اینجا متولد میشن با محیط اینجا، با موسیقی اینجا، با همه چیز اینجا ناخواسته عجین میشن. این پدر مادرها هستن، این خانواده ها هستن که در وهله اول به نظر من باید این بستر و این زمینه ذهنی رو براشون آماده بکنن. حالا با بردن بچه‌ها به کنسرت ها، با گذاشتن ویدیوهایی از کنسرت ها، خلاصه اینا رو با این موسیقی آشنا بکنن. بعد یک هنرمند به نظر من کسی که هنرمند باشه، هنر داشته باشه، همیشه دوست داری بستری براش باشه که هنرش ارائه بده، ولی اون بستر خیلی مهمه. من تو این 10 سال با خیلی از هنرمنده اینجا هم صحبت هم کلام شدم، خیلی ها ناراحتن از بیمهی هایی که بهشون شده، خیلی ها ناراحتن از بی احترامی هایی که ناخواسته یا خواسته خدای نکرده بهشون شده. چون واقعا حالا من نگم کسای دیگه مثل استاد فرشپوری، نه دیگه اصلا قابل قیاس نیستیم، روح لطیفی دارن، سالها زحمت کشیدن، ریاضت کشیدن برای این کار. من یادم یه جایی یه کنسرت بود، رفته بودیم روی استیج بودیم، یعنی تنها چیزی که بهش گوش نمیدادن مردم همون موزیکی بود که روی استیج اجرا میشد. حتی بعضیا پشت به استیج نشسته بودن، صندلی‌هاشون رو به استیج کردن که نوازنده پیانویی که ما داشتیم موسیقی رو نگه داشت و گفت اگه برای خودم هم بخوام نوازندگی بکنم تو خونه میرم سازم رو میزنم. من به احترام شما اومدم اینجا، نمیخوام به من احترام بذاریم، به موسیقی احترام بذاریم. این بستره نیست متاسفانه. خیلی جاها من حتی یک جایی هست، یک برنامه‌ای که حالا خیلی ها میشناسن، اسم نمیبرم، من بارها والنتیر رفتم اونجا برنامه اجرا کردم، یک دوست صمیمی یک روز به من یه حرفی زد که اون کسی که مجری اون کار، یعنی اون کار داره چیز میکنه، رهبری میکنه، مدیریت میکنه، یه حرفی زد که واقعا انگاری که مثلا یک چی بگم، یعنی اصلا مثل اینکه ساختمونی خراب بشه سر من. گفت هنرمندا این شب دست و پا میشکنن بیان تو برنامه من، والنتیر برنامه اجرا کنم. این حرف خیلیه وقتی من میشنوم، کسی دیگه میشنوه، واقعا هیچ هنرمندی به نظر من دست و پا نمیشکنه بخواد بره روی استیج. فقط به قول این دوستمون فرمودن، هنرمند فقط عشق در وجودش وجود داره و اون عشقی که از اون موسیقی از الهام میگیره و واقعا باید به اون موسیقی خیلی حرمت گذاشته بشه، خیلی باید ارج بنهیم اونو. این نیست متاسفانه، خیلی جا دیده نمیشه. واقعا درست میگی طاهر جان، واقعا درست میگی، واقعا متاسفه که این وجود داره و امیدواریم درست بشه. یعنی بعض وقتا حتی دریغ از یک شاخه گل که به هنرمند داده بشه. حالا اونم من گفتم ایراد نداره، اونم ندن، فقط اون بی‌حرمتی نشه به موسیقی. به ما که نمای امروز زندم فردا مردم، ولی موسیقی همیشه بوده و همیشه خواهد بود. به اون موسیقی، به نظرم موسیقی یه چیز مقدسه، چیزی که از طرف خدا به نظر من به آدم ها الهام شده. وگرنه من چی میدونستم یه روزی با پدرم شانسی یک شب میرم خانقاه، از اونجا با موسیقی آشنا میشم، از اونجا با نوازنده هایی آشنا میشم، از اونجا تو این مسیر میافتم. این اصلا معلوم نیست که، به نظر من این یه چیز ناخواسته است، یه الهامی داده میشه، چون اون موسیقی باید از یک نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا بکنه و بستر میخواد. همین. آقای طاهر ببخشید، شما هیچ وقت سعی کردین که با گروه های کانادایی یا غیر فارسی زبان، چون موسیقی زبان مشترکی هست، همه اونایی که موسیقی زبان موسیقی رو برمیدن میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، گروه های مشترک تشکیل بدیم و موسیقی تلفیقی کار کنیم. خب چه کار کردم من؟ البته تو زمین موسیقی هیچ سررشته‌ای ندارم، ولی ما چهره هایی داریم که جهانی شدن، مثل آقای کلهو. خب ایشون هم با رفتن تو کار موسیقی تلفیقی، اونطور که من میبینم، شاید من اشتباه میکنم، شما لطفا من تصدیق کنید چون من از موسیقی سردر نمیارم، ولی میخوام بگم که خب سبکای تلفیقی باعث میشه که نظر نسل جدیدم جلب کنه.
چون ممکنه که موسیقی سنتی ایران برای کسی که مثلا فرض کنید نسل بچه نسل دوم اینجا بزرگ شده، هرچند که توی خانواده ایرانی باشه، ولی بله سنگینه، میدونی مثلا شاید حوصله نداشته باشه بشینه شجریان گوش بده، یا به قول شما اون احترامی رو که ما که تو اون فرهنگ بزرگ شدیم و ریشه داریم نسبت به اون موسیقی نداره اون حس رو. ولی اگر که مثلا موسیقی به شکل تلفیقی بر بیاد با موسیقی اینجا ادغام بشه، یا مثلا شکلهایی مثل مثلا پاپ هست، این گروه گروهی هستش توی آمریکا که موسیقی بله جاز و با موسیقی سنتی رو تلفیق کردن، یه چنین جور کارایی که بتونه نسل‌ها رو هم به هم پیوند بده. چون ما برای پیوند نسل‌ها نیاز داریم که کارهای تلفیقی کنیم به نظر. بله. نگاه بکنین، به نظر من این کار میتونه انجام بشه بیشتر برای معرفی موسیقی ما به جهانیان، به غیره. ولی این که بخوام این سبک رو همیشه ادامه بدیم که موسیقی ما بین همون بچه های خودمون که اینجا متولد بشن بتونه اونا رو بکشه، چون محتوای موسیقی ما رو از دست میده اون موقع، اون تلفیقی که با اونا پیدا میکنه خیلی از موسیقی سنتی ما فاصله میگیره. خیلی کار قشنگیه که با موسیقی های دیگه قاطی بشه و تلفیق بشه. ولی این که صرف بخواد از اون را نسل خود ما رو، نسل جدید ما رو با این موسیقی اصیل خود ما آشنا بکنه، به نظر من خیلی فرق داره، خیلی فاصله میگیره. چون کاری که آقای کلهر دارن انجام میدن با اون موسیقی که با اونا تلفیق میشه خیلی با اون موسیقی فرق میکنه که خود ایشون مثلا با استاد شجریان داره کار میکنه، با استاد علیزاده داره کار میکنه. قشنگ اون حال و هوای موسیقی ایرانی اونجا میشه حس کرد. ولی اینجا با ساز ایرانی قشنگ متد ملودی‌های غربی رو بیشتر میتونیم ما حس بکنیم. مخصوصا حالا ساز من که دفعه یک چارچوب خاص خودشو داره، اگه من با موسیقی‌های دیگه هم تلفیق بشم یه حالت فقط یه ساز ضربی و پرکاشن میتونه داشته باشه، ولی وقتی با موسیقی ایرانی قاطی میشه، تلفیق میشه، اون محتوای موسیقی خانقاهیشو بیشتر میتونه نشون بده، میتونه بیشتر جایگاه اون سازو به عنوان یک ساز موسیقی سنتی ایرانی نشون بده. وگرنه از لحاظ تلفیقی موسیقی ها ایراد که نداره، خیلی هم میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه سازهای خود ما یا موسیقی هامونو با بقیه تلفیق بکنیم، به اونا آشنا بکنیم. ولی اینکه صرف بخوایم از نسل جدیدمون آشنا بکنیم کار سختی به نظر من، کار هدف والایه، ولی به نظر خیلی دشوار حتی دست نیافتنی میاد بزنین در زمینه ونکوور. ولی پیشنهادی که خانم دادن به نظر من، خانم فیلسوف دادن، این که ما یه کامیونیتی سنتر نیاز داریم، یا مثلا خانه هنرمندان یا خانه فرهنگ. و یه جایی بود خانم فیلسوف سال 99-2000 شبون لانزل خیلی شرکت میکردن، خیلی برنامه متنوع بود. خب به نظر شما الان چرا اونجا نیست؟ اون چرا مکان الان نیست؟ هنرمنده که نمیدونم سرمایه گذار باشم، هم باید که همیشه هنرمند نیاز به ساپورت و نیاز به حمایت داره، حمایت کسایی که پول دارن، سرمایه دارن. بعد اون خونه به این خاطر نیست که بعد اجاره میدادن، درسته؟ هزینه های دیگه داره. یه نفری بود یه آقای به نام سینا که شعر مینوشت و اینا، اونجا میخوابید. حالا کار نداریم که شخصیت داشت و چه مسائل پیش اومد. خب اینا همه چون پول نده، چون در واقع قضیه اصلی یکیش قضیه پوله، یکی رقابت به ناسالمه، دلایل متنوعی داره. ولی خب اگر چون ما هم میدونیم جامعه ایرانی به نظر من بزرگترین مشکلش اینه که همیشه ایرانی‌ها به طرف قدرت متمرکز، شکل‌های استبدادی میرن. اگر که به شکل مشارکتی باشه، قدرت پخش بشه، دست یک نفر نباشه، میشه مثلا کارهایی رو انجام داد و باید خب فراخوان داده بشه. توی مثلا روزنامه کسی رو انتشار، یعنی یه تنی ایده مطرح شه، بعد مشارکت عمومی باشه، سرمایه گذارا بیان. ببخشید خانم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. این مسئله خیلی مهمیه که
همه اینجا دارن بحث میکنن و من فکر میکنم که ما در یک برنامه دیگه شاید بتونیم به طور بهتر صحبت کنیم. پارسا جان شما میخواستین صحبت بکنید، بفرمایید. میباشی خانم فیزو، من فقط خیلی سریع میخواستم نظر خودم رو ارائه کرده باشم به دوستان. خیلی ممنونم از نظرات همگی. من خودم شخصا خب با اینکه تجربه کمی داشتم توی سیستم موسیقی که اینجا هستش، ولی خب میخواستم تجربه خودم رو ارائه داده باشم به دوستان. من خب چون که هم در کنار در قطعات ایرانی و استادان ایرانی کار کردم، هم در سیستم کلاسیک پیانو اینجا فعالیت داشتم، اونچه که واقعا به نوبه خودم دیدم وقتی که آدم توی سیستم کلاسیک موسیقی کلاسیک غربی اینجا رپرتوار اونجا کار میکنه و با معلم‌های اونجا کار میکنه، معلم‌ها با هم کامیونیتی دارن، با هم مچ هستن، سازمان‌های مثل RCM، BCCM در همه پروینس‌های دیگه هست اجرا میشه و اینها همیشه برای همه رده‌های سنی مخصوصا برای کودکان فستیوال‌ها، رقابت‌ها و برنامه‌هایی دارن که مردم دور هم جمع میشن، جوایز داده میشه، خیلی پشتیبانی و حمایت هست برای اون کودکی که میخواد اون بذر هنر در دلش کاشته بشه و بزرگ بشه. و وقتی اون حمایت و پشتیبانی نباشه دیگه به نظر منم اون جوانی که یا نوجوانی که میخواد ساز ایرانی شروع بکنه دیگه زیاد رغبت به این نداره که ادامه بده، ترجیح میده بره سراغ موسیقی که خیلی cool و باحال در اون دوره زمانی خودش هستش و خیلی پاپیولار شده از اون جهت. و به نظر من اون همونطور که خیلی دوستان عرض کردن، اون سازماندهی و پشتیبانی و حمایت که برای رشد اون بذر هنر در دل یک ایرانی هستش نیاز هستش. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از شما. امیر جان بفرمایید، شما می‌خواستین صحبت کنین؟ من یه عرض کوچیکی داشتم. طاهر خان اون موقع فرمودن که ایشون با پدرشون رفتن خانقاه. این واقعا برمیگرده به این که آدم از زمان کودکی خانواده خیلی ساپورت بکنن. مثلا ما که اینجا هستیم خب اصلا بهترین کامیونیتی سنتر هم باشه، وقتی تو خونه انگلیسی صحبت میکنن، آهنگ ایرانی از اول شنیده نشده، فرهنگ ایرانی نیستش، کتاب فارسی نخوندن، شاهنامه رو نخوندن، بالاترین کامیونیتی هم باشه پسره با بچه‌ها با پدر مادرشون انگلیسی صحبت میکنن و میگن که ما اصلا نمیخوایم با شما بیایم. واقعا برمیگرده که هر کدوم ما نسبت به خودمون مسئولیم و من خودم از 11 سال و اصلا بدون موسیقی، بدون فارسی خوندن، بدون شعر، بدون اصلا کل روز که کار میکنم آخر شب حداقل بعد یه فیلم ببینم، فارسی بخونم که حالم خوب بشه. این برمیگرده به همون که تارخان فرمودن، اگه اون بک‌گراند باشه، این کامیونیتی هم باشه، خیلی با هم تلفیقش میشه که واقعا اون چیزی میخوایم و بتونیم بهش برسیم. ولی این به هر کدوم ماها برمیگرده. همین عالی. همه من فکر کنم همه ما واقعا نظرات مثبت داریم به این موضوع. بزنین یک موقعیتی پیش بیاد انشالله بعد از این کووید 19 بتونیم با هم صحبت کنیم، شاید بتونیم یک کاری بکنیم. متشکرم، دستون درد نکنه. مرسی از شما، از دعوتتون، از همه عزیزانی که ما رو تحمل کردم. مرسی. عالی. برای همه چی، برای هنرتون واقعا متشکرم از اینکه وقت گذاشتین اومدین.
و امیدوارم که در آینده بتونیم بهتر از این از شما از نظر هنر پذیرایی کنیم، برای اینکه صدا خوب نبود، با یک دنیا معذرت. اینجا من از خانم شیرین ناظری خواهش میکنم که خودشون معرفی کنن و شعری رو برای ما بخونن، یا از خودشون یا از دیگری فرق نمیکنه. بفرمایید خانم ناظری. متشکرم. درود فراوان خدمت همگی یاران عزیز و سپاس ویژه از سرکار خانم فیلسوف که واقعا همیشه از زمانهای طولانی و حالا همیشه در کارهای اجتماعی پیش قدم بودن و من با کمال مسرت دعوت ایشون رو قبول کردم و اصلا آشنایی نداشتم با اینکه در زوم این برنامه میشه اجرا بشه و متاسفانه من دیر خدمت رسیدم به خاطر اینکه رو کامپیوتر من هر کار میکردیم نشد. آخر طریق دوست مشترکم خانم جیلا قاسمزاده تونستیم این لینک صحیحش رو پیدا کنیم و رو کامپیوتر شوهرم کردیم. از این نظر اسم شوهرم نوشته شده زیر عکس من. من گفتم خدمت شیرین ناظری هستم. ما حدود 30 ساله که در کانادا لندن شدیم، ولی از حدود 14-15 سال پیش در اینجا ساکن دائمی شدیم. تو قبلا ما تو بچه ها در آمریکا تحصیل میکردن، هر دو در گروه پزشکی. این که شوهرم مجبور بودن در مطبشون کار کنن و براشون تیوشن بفرستیم با قیمت های خیلی گران اون موقع که حالا باز بدتر شده. و از 14-15 سال پیش ما اینجا آمدیم و من از دوران نوجوانی به رشته های هنری مثل نقاشی و موسیقی فوق‌العاده علاقمند بودم و دوره هایی را گذروندم، تحت تعلیم بودم. ولی از وقتی که آمدم اینجا در حقیقت یه وقتی بیشتر پیدا کردم که بتونم شعر بگم. من رشته تحصیلی دانشجوی رشته داروسازی بودم در دانشگاه تهران، ولی متاسفانه بعد از 3-4 سال که خوندم، چون شوهرم میباید در برای تخصص به شهر لندن در انگلستان سفر کنیم با هم و منم بچه دار شده بودم و اینها، دیگه اونجا رفتم 2 سال بودیم در لندن. وقتی که دیگه برگشتیم و بعد بچه دوم اینها، دیگه متاسفانه نتونستم دکترام بگیرم و البته شوهرم هم زیاد تشویق نمی‌کرد که ادامه بدم. این بود که دیگه ناتمام گذاشتم. ولی در رشته تغذیه دوره دیدم در انگلستان و خوشحالم که خب به بچه‌هام رسیدم، بچه‌های خوبی تربیت کردم. امروز من یکی از اشعار خودم رو می‌خونم براتون. من به طور کلی یه انگیزه باید باعث بشه که شعر بگم، حالا یا انگیزه خوب یا خدا نکرده ناراحت کننده. این شعر رو من حدود 12 سال پیش گفتم به خاطر اینکه در اون موقع شنیدم که دریای خزر توسط دولت روسیه داره تصاحب میشه بیشترش و یکی همی که سد سیوند رو قرار بود اینها درست بکنن و گفتن که این آثار پاسارگاد و تخت جمشید اینها مقداری میره زیر آب. من خیلی واقعا از این موضوع ناراحت شدم و این شعر رو گفتم به اسم کاش میشد. کاش همه دلها زمه پر میشد، کینه و نفرت ز دلها پاک میشد. کاش همیشه من و تو ما میشد، دست به دست هم همه مشکل حل میشد. کاش قدری غم و اندوه کم میشد، دل ز خند و شادی لبریز میشد. کاش دل سخت سنگ دلان نرم میشد، با ظلم و جور و بیداد در آنها کم میشد. کاش ابرهای دل ما باران میشد، تا از بارش آن دلها مصفا میشد. کاش همه جنگ ها در جهان صلح می شد، تا شورش و آشوب از زمین محو می شد. کاش کوروشی دیگر در وطن پیدا می شد، تا دیگر باره وطن وطن می شد. کاش دریای خزر همه از آن ما می شد،
گنج‌های نهان در آن از خود ایران می‌شد. پاش نام خلیج فارس تا ابد فارس می‌شد. تا گنج تا چشم طمع اغیار ز خاک پر می‌شد. تا شهرهای ز دست رفته به میهن وصل می‌شد. تا مجد و عظمت ایران خار چشم دشمنان می‌شد. پاش دین و مذهب همه جا یکسان می‌شد. تا عشق خداوندی ز سیاست جدا می شد. کاش چشم حقیقت بین همه باز می شد. شاید که راز خلقت هم هویداتر می شد. کاش خداوند هم اندکی مهربانتر می شد. تاز سر لطف دردمندان را دوا می شد. کاش خداوند هم اندکی مهربانتر می شد. تاز سر لطف دردمندان را دوا می شد. کاش همه رویای شیرین حقیقت می شد. شاید که دل تنگ او هم شادتر می شد. آری کاش همه رویای شیرین حقیقت می شد. شاید که دل تنگ او هم شادتر می شد. با سپاس از همه دید. بسیار عالی. شیرین خانم خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. کیف آوردید در آخرین لحظه؟ بله نه آخرین لحظه هم نبود، ما هرچی تلاش کردیم نشد. آخر دیگه ژیلا خانم لطف کرد. بله من از ژیلا جون خواهش کردم که با اتون تماس بگیرم. بر صورتی سپاسگزارم. بسیار زیبا ممنون از زحمات شما. متشکر و همگی انشاءالله بازم تشریف میارید در برنامه های دیگه. انشاءالله با امید خدا. بله یکی دیگه از هنرمندان عزیز ما آقای طوفان مهدادیان هستن که ایشون هنرپیشه سینما، تئاتر، کارگردان، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی هستن. آقای طوفان مهدادیان در سال 1350 متولد شدن. تحصیلاتشون رو در دانشگاه شیراز به اتمام رسوندن و موفق به اخذ مهندسی پتروشیمی شدن. من نمیدونم مهندس پتروشیمی با تئاتر و سینما اینا چی کار داره، ولی به هر صورت هستش دیگه. ایشون برنامه های زیادی در ایران اجرا کردن و جوایز فراوان بردن. بایوگرافیشون رو برای من فرستادن. اگر من میخواستم که تمام بایوگرافی رو بخونم فکر کنم تا ساعت 9 شب اینجا میبودیم، ولی خب گزیده ای از اونا رو خدمتشون میگم که واقعا کارهایی که کردن فوق‌العاده بوده. در جشنواره‌های مختلف شرکت کردن، جوایز فراوان بردن، نمایشنامه‌های زیادی نوشتن، در فیلم‌های بسیار موفق شرکت کردن، در تئاترهای بسیار موفق شرکت کردن و قرار بر این هست که در ونکوور هم برنامه های آینده و همچنین ورکشاپ های مختلف داشته باشن. من خواهش میکنم که آقای مهدادیان خودتون رو معرفی کنین. سپاسگزارم از اینکه آمدید، باعث افتخار ماست. خواهش میکنم برنامه لطف کنین خودتون معرفی کنین و یه مقداری از کاراتون هم برای ما بفرمایید، چه کردین چه نکردین، چه در ایران کردین. خب اشاره کردی خودتون زحمتش رو کشیدیم. خب من از زمانی که دانشجو بودم همون موقع در واقع از راه راست بدر شدم دیگه، افتادم تو کار تئاتر و بازیگری و اینها. بعد دیگه وقتی برگشتم تهران خب جدیتر پیگیرش بودم دیگه، با تلویزیون همکاری بیشتری داشتم، بعدا رادیو و دیگه یه سری کارهای سینمایی. بعد نمیدونم حالا دوستان احتمالاً شاید پایینه خیلی، شاید کارهای میر باقری مثلا تو ذهنشون باشه، مثلا دندون طلا یا شاهگوش یا یه سری سریال تلویزیونی اینها، یا مثلا سینمایی در مدت معلوم، چون کارهای طنز رو بیشتر دوستان میبینن. ولی خب تئاتر هم خب خیلی کار کرده بودم، خیلی تئاتر به هر حال علاقه اول هستش، ولی خب کار تصویر بسیار جذابه. چند تا کار فیلم کوتاه کار کرده بودم ایران و در واقع امتداد فعالیتم اینجا شد. مثلا تئاتر چند تا کار از بیضایی رو صحنه بردم، کار دندون طلا رو تجربه کردیم تو
کیمیک و خانه برنارد آلبا رو کار کردم که و یه نمایشی به نام قرعه برای مرکینا، همشون در واقع اقتباسای ایرانی از این سری نمایشای معروف. و در نهایت یه کار کردیم به نام من خونگر هستم که در واقع یک ادای دینی بود به موسیقی و زنان موسیقی ایران که قرار بود روز جهانی زن اجرا بده که خورد به این داستان کرونا و همچنان منتظر یه فرصتی هستیم که اون کار رو اجرا بدیم. و اینکه تو این دوره که الان مخصوصاً الان خود بهتر شده، این دورانی که همه خونه موندگار شده بودن، یه سری کارهای آنلاین کردم. یعنی ما تا قبل از این که خانم فیلسوف دوباره حلقه دلشدگان رو راه بندازن، ما کارهای آنلاین داشتیم هر هفته، ولی الان دیگه کردیمش یک هفته در میون و در واقع معمولا کارهای نمایشی داریم. یعنی یه سری اجراهای تئاتری به صورت آنلاین داریم که همینجا دعوت میکنم دوستان تشریف بیارن. همونجور که علی حقیقت جو هم گفت، من به روایت کانادایی امروز به دنیا آمدم و خیلی خوشحالم که با آشنایی با دوستان هنرمندی که الان دارم میکنم در واقع این روزم مبارک شد. مرسی. آقای مهدتیان، من راستش میخواستم براتون یه کیک بیارم و هپی برتدی هم بذارم، ولی آقای به قول معروف گرفتن این رو از ما، ولی دست اوکی. به هر صورت امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. مرسی. دست میگیرید و مبارکتون باشه. که من دعوت به کیک رو برای خودم محفوظ نگه میدارم، حتما یه وقتی مطمئن میشم. حتما این کار رو بکنید با کمال میل با در خدمت. اگه در واقع ترکیب بشه با بحر طبیل روشنک خانم، البته با دستپخت خوبشون، خیلی جذاب تر میشه. روشنک جان بفرمایید. واقعا دستپختشون خوبه، واقعا اصلا فوق‌العاده است. همسر منم روشن شاد، ایشونم دستپختش فوق‌العاده خوب بود و روشنک خانم همسر من با هم مسابقه میذاشتن. عجب رسپی میگرفتن. بله. به هر صورت کی آمدین ونکوور آقای مهدادی؟ دو سال نشده. البته مثلا قبلش یکی دو بار من مثلا کمتر از یک ماه اینجا بودم، ولی الان به صورت پیوسته، ولی به دو سال نکشیده. و یه ورکشاپی اینجا داشتم، ولی الان میخوام یه ورکشاپ در واقع آنلاین داشته باشم، هم در خصوص بازیگری هم فیلمنامه نویسی، که باید مثلا به زودی شروع کنم، چون یک طرح فیلمنامه دارم که میخوام در واقع با همون کار رو جلو ببرم. یعنی یک سری از دوستان رو انتخاب کنم برای بازی و یک سری یه تیم نویسندگان هم دوست دارم باشه با هم که با هم کار رو ببریم جلو. بله. آقای حقیقت جو حقیقت جو جو دوستای ما هست و حتما هست. من یه مطلب میتونم بگم؟ ببخشید. خواهش می‌کنم. من افتخار اینو داشتم که در خدمت طوفان جان عزیز باشم، چون که یه چیزی که اصلا به خوابم نمی‌دیدم، ما ایران که اصلا به خواب نمی‌دیدم بخوام همچین عزیزایی رو ببینم از نزدیک. ولی تو این مدتی که اینجا هستم کارگردانای زیادی بودن، ولی میتونم به جرئت بگم که طوفان جان جز با اخلاق ترین کارگردان‌ها و انسان‌هایی هست که تا الان دیدم و من دستش رو از اینجا می‌بوسم واقعا، به خاطر اینکه اینقدر به بچه‌ها قرب و اینقدر منزلت میده به بچه‌ها، اینقدر به بچه‌ها میدون میده، اینقدر به بچه‌ها کردیت میده که واقعا همه اونجوری که باید و شاید خودشون رو نشون بده. حالا اینو گفتم که البته منم شام برداره ببره، حالا نمیدونم ببره یا نه، ولی آره ایشالله که سلامت باشه. واقعا من افتخار اینو دارم، واقعا ایشونو از نزدیک دیدم و در خدمت شو بودم. تو فاجان ایشالله سالم باشی. بله ایشالله سلامت باشید. وقتی که کووید 19 تموم شد ایشالله برنامه میگیریم، اون موقع شما رو جشن خواهیم گرفت و کیک هم من میارم
روشنک جونم غذا میارن. من فقط با عرض معذرت یه برنامه سورپرایزی دوستان داشتم، اینا الان یه روب یه منتظر من هستم. آره با عزتون مرخص میشم، علی رغم اینکه دوست داشتم گپ بیشتری با دوستان بزنم، اینو بی‌تعارف میگم. خیلی خوشحال شدم که این همه دوستان هنرمند با این کیفیت باشون امشب آشنا شدم. دم همتون گرم، مرسی. من میگم متاسفانه حالا سعی میکنم با زوم گوشیم وصل بشم بهتون دوباره، ولی متاسفانه باید حلقه دوست داشتنتون رو ترک کنم. شب خوبی داشته باشید. شبتون بخیر، قربان شما. مرسی امیر جان. اون قطعه که ایشون فرستادن میخواین بذارین؟ بله. با چقدر پول مشکلتون حل میشه؟ ممکنه بازی خورده باشی. تا وقتی صورت مسئله رو ندونم نمیتونم مسئله رو حل کنم آقا. خیالتون راحت. دوز That's beautiful. برو بیرون. همینجا بیرون. مال جای دیگه است. دیگه ایناش به کلانتری ربط نداره. بودی نبودی یا بیش دیگه قوانین شهر درست نکن اینجا. شما نمیشستی خواب و خیال بنده. قهوه خونش لات و لوت هم داره. در گل مردم جوری حرف نزن. خب دوستان عزیز، تقریبا برنامه ما داره به اتمام میرسه. حسن ختام برنامه ما یک رقصی هستش از گروه چیچکلر که امیر جان براتون میذاره الان. من در اینجا خواستم از دوستانی که برای ما رأی دادن برای این ستلمنت ایجنسی تشکر کنم. نمیدونم که آیا ما میبریم این جایزه رو یا نه، ولی اگر بردیم این جایزه برای کامیونیتی هستش و ما اون رو با کامیونیتی شیر خواهیم کرد. برنامه بعدی ما در سپتامبر خواهد بود که در خدمتون خواهیم بود و خوشحال میشیم که تشریف بیارید باسم. از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام، از طریق روزنامه ها میتونید مطلع بشید از برنامه های ما. شب همگی خوش. برنامه بسیار خوب بود. مرسی از همتون. سپاسگزاریم از همتون. یک دنیا ممنون.